وقتی راجع به فست فودا فکر میکنیم، غذای چرب و چیلی، مریضی، اضافه وزن و هزار تا بدبختی به ذهنمون میاد، درسته؟ ولی این روزا سالم بودن داره کم کم از ناسالم بودن مضر میشه و خیلی از رستوران‌های فست فود یه سری غذاهایی دارن که خیلی سالم‌تر از غذاهای دیگه شونه. امروز میخوایم بریم سالم‌ترین غذاهای معروف‌ترین رستوران‌های فست فود دنیا رو با هم دیگه امتحان کنیم. برو بریم. رستوران اول طبق معمول مکدونالد، بریم ببینیم که سالم ترین غذایی که میتونن توش برامون درست کنن چیه. Hi, what is the healthiest option you have in your menu? I have no idea. Maybe something with chicken? Yeah, so we have the grilled chicken that night. I'll do one of those, please. Thank you. گفتم سالم ترین، یه لحظه گفت کرد. خب بچه ها، از ما خواستم که بیایم توی این جای پارکینگ شماره یک بمونیم، به خاطر اینکه یه ذره درست کردن غذامون طول میکشه. این نشونه خوبیه چون فکر کنم غذا رو میخوان فرش برای ما درست کنن، حداقل غذای مونده داریم نمیخوریم، یکم غذای تازه تر میخوریم. حالا ببینیم چقدر سالمه. Hey, thank you so much. $8.07. مرغش به نظر سالم میاد ولی نونشو نمیدونم. خوشمزه بودن این واقعا خوشمزه است. من اینو حتی به برگر مکدونالد ترجیح میدم. مرغش عالی، یعنی میشد مرغ خالی سفارش بده، منم نمیدونم سفارش نده، ولی پر سس. یعنی من اگه خونه خودم این ساندویچ رو درست میکردم واقعا اینقدر سس بهش نمیزدم. این بود از مکدونالد. من اینو تموم کنم بریم رستوران بعدی. از اونجایی که مکدونالد انقدر قفلی زد وقتی من از خودشون پرسیدم که سالم ترین غذاشون چیه، من از این به بعد خودم میخوام برم تو وبسایت این رستوران ها سالم ترین غذایی که میتونم ازش بسازم و پیدا کنم و اون اوردر بدم. محله دوم A&W. Let's go. Can I please get a lettuce wrapped mama burger? No cheese and no teen sauce please. چقدر تنگ اینجا. بچه این گوشتش هم گراسفده. گراسفد یعنی کیفیتش بالاتر گاوهایی که این گوشت ازشون گرفته شده، فقط علف خوردن، کیفیتش یعنی بالا. قیافش یکم غمگینه ولی خب الان این غمگینی ها رو باید آدم بکشه که هیکل خوب داشته باشه و خوشحال باشه. گوشتش فوق‌العاده خشکه، هیچ شباهتی به همبرگر نداره، ولی خب سالم‌ترین غذای A&W این بوده. اگه مکدونالد هم خودم انتخاب می‌کردم، شاید از این اونی که به من دادن سالم‌تر می‌شد، ولی حالا تو رستوران‌های بعدی می‌ریم. حالا یادی آخر یه سر مکدونالد هم زدیم، قول بهتون نمی‌دم. کالری و پروتئینش هم که 250 کالری، 15 گرم پروتئین. اگه بخوام بهش نمره بدم، 5 فوق‌العاده بودن باشه، 1 فاجعه بودن باشه، این نمره 2. برای شمایی که میخواید وزن کم کنید، خارج از ایران زندگی میکنید و باید غذا بیرون بخورید چون وقت ندارید، این واقعا آپشن خوبیه. عالی. بریم رستوران بعدی. رستوران بعدی سابوی. بچه تمام کالری های ساندویچ هایی که میبینید 1180، 1500، 1300، 1280. ببینید اینی که من میخوام بگیرم چقدر میتونه پایین باشه. Can I please get a 6 inch white Italian bread, 2 servings of grilled chicken. Let's do sweet onion chicken teriyaki. You want it toasted? Toasted, yes please. No cheese, all the veggies and the sweet onion sauce please. بچه ها بشینید بهتون بگم که قضیه چیه. قیمت این شد $8.99. بذارید بهتون بگم که این چند کالریه. قبل اینکه من بگم تو کامنت ها حتما برام بنویسید ببینید حدس میزنید چند کالری باشه و چند گرم پروتئین داره. 348 کالری و 29 گرم پروتئین. توی ساندویچ مرغایی میده که وقتی مدرسه میرفتیم با خودمون میوردیم. چه حالی میداد ساندویچ های مدرسه با من. بچه این خوشمزه است. مخلفاتش از رستوران قبلی خیلی بیشتره.
و اینکه میزان پروتئینش بیشتره. به این من میدم 3/5. از قبلی یه ذره بهتر بود. باید یکم گرونتر بود ولی خیلی هم پروتئین بیشتری گرفتم. کالریش اونقدر ازش بیشتر نبود و حس میکنم خیلی پرملح‌تره. تاهو که میبینم یاد دوران مسابقات بدنسازی میافتم. با هر وعده‌ای به حد مرگ کاهو می‌خوردم که بتونم خودم رو پر نگه دارم. کارم نمی‌کرد. کلاً شما تو کالری دفیسیت هر چقدرم بخوای خودتو گول بزنی، بدن میدونه که انرژی نداره. همش گشنته. بچه اومدیم برگر کینگ. تعطیل، اصلاً ناراحت نیستم چون از تمام رستورانایی که نگاه کردم میزان کالری سالم‌ترین غذای برگر کینگ از همه بالاتر بود. کالریش، چربیش هم از همه بیشتر بود. بریم محله بعدی. برگر کینگ تمام، تعطیل. رستوران بعدی بستنی فروشی منه، میگن غذا هم داره، اسمش از دیری کوین. بریم ببینیم. Hey, how are you? Did you guys have salads? بچه ها 260 کالری بود. از چیزی که فکر می‌کردم خیلی کمتر بود. تو وبسایتش یه چیز دیگه دیده بودم. سوسی که براش گرفتم 50 کالریه. حالا بیاد پروتئین رو حس می‌کنم باید حدس بزنم، ولی اینجوری که تو وبسایتش نوشته بود 30 گرم پروتئین داره. Is there a fork in there? Yeah. Yeah, okay. Thank you so much. بچه ما برای اینکه نمی‌خوایم جنگ نشیم، دیگه اینجا نمی‌شینیم بخوریم، بریم تو ماشین بخوریمش. برو بریم. بچه داره بعدم میاد بالا دوباره. این بدن دیگه فقط خوشگل نیست، ولی این بدن گلادیاتوریه، بدن جنگیه. خب بچه ها، این غذا 280 کالری، این بهش اضافه میشه اگه بخوایم 60 کالری بهش اضافه میشه. 280 به اضافه 60 میشه 340، به اضافه سس که 50 کالریه میشه 390. بیکن داریم اینجا و سینه مرغ. اگه مکدونالد هم یادم رفت نمره بدم، الان بهتون نمره میدم. به نظر من مکدونالد حتی خودمون انتخاب نکرده بودیم، ولی سه. اینجا چون سرویسشون بد بود، یعنی سرویس بد نبود، ولی دق دادن تا غذامون رو حاضر کنن. حال میده. این سالاده حجمش هم زیادتره. الان قیمتش 10 دلار بود، ولی به نظر من نه، نمیارزه. خونه بخوای سالاد درست کنی یک سبومه این میشه. نمره این 4. حالا اگه میخواید یه ویدیو بسازم ناسالم ترین غذای فسفودا رو بخورم، تو کامنت ها برام بنویسید. خب بچه ها، رستوران بعدی تیم هورتنز. ببینیم که سالم ترین غذایی که دارن اینجا چیه. املت بایت 2 تا 250 کالریه. بد نیست، ولی اینا آدم دیگر آدم رو سیر نمی کنه زیاد. بذار من ببینم چی میتونم پیدا کنم. آپشنی که داریم اینه. میریم روی ایگ اند چیز. تخم مرغ رو اکسترا میکنیم، یعنی یه دونه بهش اضافه میکنیم. به جای اینکه از بیگل استفاده کنیم، بیگل خیلی کالری زیاده، ما از انگلیش مافین استفاده میکنیم. پنیر رو صفر کردیم. سس هم چیزی روش نمیریزن. 270 کالری، حدوداً 25 گرم پروتئین تو این داره اگه اشتباه نکنم. من بچه دلم به اینا هم گرفته. بیکن اند چیز، این هم 250 کالریه. خب بچه ها، دو تا طعم مختلف رو میخوایم امتحان کنیم. مرشاد اینو قبلا امتحان کرده، اصلا خوشش نیومده، گفته مونده است. واسه همین میخوایم سفارش بریم که ببینیم که مرشاد درست میگه یا نه. اوردر رو میدیم. قهوه اگه میخواید اضافه کنید اضافه کنید، فقط بهش نه شکر از اضافه کنید، نه بهش خامه. آراد، چقدر سخت کردن این قضیه رو. 10 تا سوال کردن از ما. 10 دلار و 16 سنت برای غذایی که اینا میخوان برام آماده کنن. بریم ببینیم که چیکار میکنن. خب بچه‌ها، بعده بعدی اون 416 کالری داره و 32 گرم پروتئین داره. دوباره حساب کرد کتاب کردم تو اپ مای فیتنس پد که مطمئن شم این کارو درست انجام دادم. اول از همه حجم غذا رو نگاه کنید. برای یکی مثل من کمه، چون از صبحونه‌ای که هر روز میخورم 15 تا سفیده تخم مرغه که اون منو یکم بیشتر میگیره تا این دوتا. ریافه این که به نظر من فاجعه است، مخصوصا این انگار 6 ماه پیش اینو پختن. نگاه کن چقدر چروک داره، بعد چسبیده همه این زیر. این آقا این ها عجیبه، تخم مرغ نمای اینجا بچسبه. حالا اینو امتحان کنم بهتون بگم. من همه چی دوست دارم، مشکلم اینه. من اینکه بوی خیلی بدی بده، بوی روغن و اینا.
که نمیده، بوی سفید تخم مرغ میده. به نظر من این از آپشن‌های دیگه‌ای که میتونید اینجا بگیرید بهتره. بعضی از ماها هستیم که سرمون خیلی شلوغه، مخصوصا تو کانادا، و حتما باید بیرون غذا بخوریم، یعنی روزانه باید به این رستوران ها مراجعه کنیم. حال کردی مراجعه رو؟ واسه شمایی که روزانه باید بیایید تو رستوران ها، به نظر من اصلا منطقی نیست حرفی میگه چرت و پرت و پر کالری سفارش بدید. اطلاعاتتون رو ببرید بالا و تصمیم های درستی بگیرید، چون طولانی مدت واقعا زندگیتون میتونه عوض بشه. من میخوام این تصمیم های درست رو بهتون یاد بدم، ولی ماهایی که داریم میترکونیم خون غذا میخوریم اینا، میایم بیرون یه حالی به خودمون میدیم، اصلا نگرانش نباشید. چرا میخوشمندیم؟ خیلی خوشمند است که عالیه. بچه اگه دوست دارید توی ویدیو 100 تا از اینا سفارش بدم همش خودم بخورم، حتما تو کامنت برام بنویسید. فود چالش بعدی 100 تا این تخم مرغ. اگه 800 تا کامنتی که میگه این چالش رو انجام بده بذارید، میرم براش غذای بعدی بهتون نشون بدم. او اینو سفید تخم مرغ گذاشتن؟ نه، این تخم مرغ. بچه نون خالی با تخم مرغ، نه سوسی نه چیزی دیگه، همینه دیگه. سلامتت برات مهمه، باید یه سری کار هم بکنیم. تم تخم مرغ با این نون، من عاشق این نونم هست. شده این لقمه آخر، بریم رستوران بعدی. بچه رستوران بعدی چیپوتله. من اینجا چشم و یه چیز گرفته، میخوام بهتون نشون بدم. اگه بخواید کوکاکولا نرمال بخورید، خب یا کوکاکولا بزرگ، 380 کالریه، خب، ولی همینو بیایید زیروش کنید میشه صفر کالری. یعنی اگه هدفتون وزن کم کردنه، هر روز دارید یک کوکاکولای نرمال میخورید، فقط اگه بیایید به کوک زیرو، از میزان کالری که تو روز دارید مصرف میکنید خیلی کم میشه. حالا بیایید بهتون سفارشمو تو این رستوران نشون بدم. بچه بیایید سفارشمو بهتون نشون بدم. اینجا غذا شد $12.86. این غذا 600 کالریه، 46 گرم و نیم پروتئین داره، چون پر مرغ کردیمش، یه ذره برنج داره. به نظر من این غذا نسبت به جای دیگه شما رو خیلی بیشتر میتونه پر نگه داره. واسه همین هم هستش که چیپوتله معروفه به اینکه یکی از سالم ترین فست فودها. این از ظرف غذای ما، اینو بخوریم تموم کنیم بریم رستوران بعدی. Let's go. رستوران بعدی KFC. خیلی هاتون از من میپرسید که آره چجوری این همه غذا میخوری چاق نمیشی؟ ببین، همه چی برنامه ریزی شده است. هر غذایی که خوردم و من تو این اپ مای فیتنس پال وارد میکنم، خب دقیقا میدونم چند کالری مصرف کردم، یه حدودی هم از ساعتم دارم که چقدر سوزوندم، میدونم که توی یه روز چقدر گن زدم، و سعی میکنم که اینو آروم آروم درست کنم و اینو برگردونم. هر روز قضیه فود چالش و رستوران رفتن اینا نیست، خیلی برنامه‌ریزی شده است. بیاید بریم تو. بچه‌ها KFC فاجعه است. کمترین میزان کالری که یکی از غذاشون داره 700 کالریه، که این دو تیکه فیله مرغ 40 گرم پروتئین و هیچ چیز گریل شده هم ندارن، همه چی سرخ شده است. از همه کمترین رو دوست دارم. و مسابقه بوکس با ارشه میگرزه. متوجه شدیم یه سری از رستوران رو ریک ندادیم، این میره تو بدترین. رستوران قبلی چیپوتله میره تو بهترین، تیمیز میره رو دومی. یعنی یه لول از به نظر من چیپوتله بدتر بود. این بود از تمام رستوران های فست فود بهترین غذاشون، سالمترین غذاشون. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه ایده دیگه دارید حتما برام تو کامنت ها بنویسید. اگه رستوران یا جا گذاشتم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی. وای با بریم کار باش. اینجا رو نگاه کن، اینو بگیر، مردم واقعا با ماشین میزنن به این چیزا، میبینی؟ خودش من خودم حواسم نباشه میزنم میترکونم اونا.